اما مهمتر از اون، کتاب 23 سال هست که ظاهراً در سال 1353 بدون ذکر نام نویسنده در لبنان چاپ شده. در این کتاب 23 سال دوره پیامبری محمد به طور بی پرده مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تبدیل اسلام به دین شمشیر رو شرح داده. سلام سلام، از اوز هستم، خدای خدایان. مطالب تاریخی این کلیپ بر اساس کتاب زندگی و زمانه علی دشتی نوشته آقای عبدالله شهبازی هست. البته این نویسنده با نگاهی یک طرفه نوشته و معلومه که به وضوح با آقای علی دشتی مخالف بوده، اما به هر حال من منبع دیگه ای پیدا نکردم. خلاصه من بر اساس این کتاب میگم. در فروردین سال 1273 شمسی، علی دشتی در کربلا به دنیا اومد. پدرش از روحانیون شهر دشتی در استان بوشهر بود و خودش هم تحصیلات حوزوی رو در نجف پشت سر گذاشت. خلاصه 22 سال گذشت. او یک آخوند جوونی بود که در کوران جنگ جهانی اول به ایران برگشت. به بوشهر و سپس به شیراز رفت و البته فقط 5 ماه در شیراز بود. خب کار خوبی در شیراز گیر آورده بود و به روزنامه نگاری مشغول شده بود. در روزنامه فارس اولین مقاله خودش رو به سلامتی به چاپ رسوند. آقا چشمتون روز بد نبینه، من نمیتونم تو اون مقاله چی نوشته بوده که در بین مردم شیراز هیاهو به پا شد. مردم قصد ریختن خون نویسنده این مقاله رو داشتند. او این علی دشتی در رفته رفت و خونه میرزا فرمان فرما والی فارس قایم شد و بالاخره شبانه او رو به اصفهان فراری دادند. همون موقع ها بود که دولت وثوق الدوله با انگلیس قرارداد 1919 رو بست. خب هیاهویی بر علیه این قرارداد بلند شده بود و علی دشتی هم در اصفهان در هفته نامه میهن مقاله‌ای بر ضد این قرارداد نوشت. بعد هم به تهران اومد و به مخالفت خودش با این قرارداد ادامه داد تا بالاخره دستگیر شد و از ایران تبعید شد. فرستادنش بره همون عراق که به دنیا اومده. آه اینجور با جزئیات بخوام بگم ها، این کلیپ تا فردا هم تموم نمیشه. خلاصه نظامیان علی دشتی رو یواش یواش روانه مرز عراق کردند. در بین راه به کرمانشاه رسیده بودند که دولت وثوق الدوله سقوط کرد و دولت مشیر الدوله روی کار اومد و خلاصه دولت جدید بی خیال تبعید علی دشتی به عراق شد، گفت همون کرمانشاه در تبعید بمونه. اینجا مثلا علی دشتی 26 ساله بود. سال بعدش دولت مشیر و دوله هم سقوط کرد، دولت سپه سالار اعظم روی کار اومد. علی دشتی دید دولت سقوط کرده، فکر کرد حکم تبعیدم تموم شده دیگه، سر خود برگشت به تهران. اما در تهران دستگیر و زندانی شد. خب حق نداشت از کرمانشاه خارج بشه، مثلا در تبعید بود. به هر حال مدت کوتاهی بعد آزاد شد. 2-3 ماه نگذشته بود که کودتای سوم اسفند 1299 رخ داد و دوباره علی دشتی به عنوان فعال سیاسی چی؟ بازداشت شد. دولت سید ضیاءالدین طباطبایی کلن 3 ماه بر مسند قدرت بود که این هر 3 ماهش ها علی دشتی در زندان تشریف داشت. و در زندان کتابی از ژان ژاک روسو رو مطالعه کرد و تحت تأثیر ادبیات اون کتاب خاطرات زندان خودش رو نوشت. بعدها این خاطرات او با نام ایام محبس منتشر شد و به عنوان آثار ارزشمند ادبی و ساده نویسی در نثر معاصر فارسی مورد توجه قرار گرفت. او فکر میکنید که علی دشتی در این مقالات بهترین راه سعادت آدمی رو در چی میدونست؟ بله، توسل به آیین اسلام. بعد از دوران زندان بازار نشریات و روزنامه ها داغ شده بود. 49 نشریه چاپ می شد و بالاخره سال 1300 علی دشتی 28 ساله هم روزنامه خودش رو به چاپ رسوند، روزنامه شفق سرخ که نزدیک به 14 سال هم منتشر شد.
در شماره های نخستین علی دشتی به رفتار خشن رضاخان سردار سپه با مطبوعات اعتراض کرد و مقالات نسبتاً تندی نوشت، اما خیلی زود هوادار سردار سپه شد. شفق سرخ الگوی جمهوری آتاتورکی ترکیه رو به مردم معرفی می کرد و از جمهوری رضاخانی حمایت می کرد. می دونید که رضاخان وقتی از ریاست دولت برکنار شد عصبانی شد و از تمام منصبهای دیگه خودش هم استعفا داد و از تهران رفت. در اون زمان علی دشتی در صفحه اول روزنامه خودش مقاله‌ای با این عنوان نوشت: پدر وطن رفت. و لیستی از خدمات رضاخان تنها در طی 3 سال رو ردیف کرد و نوشت: سردار سپه نمونه روح مردانگی و شهامت و شجاعت ایرانی است. جانشین اردشیر بابکان و نادرشاه افشار است. امروز سردار سپه مرکز عظمت و اقتدار و استقلال و امنیت ایران شده است. اگر رفت همه اینها می رود. خلاصه خواستار تلاش مردم و مجلس برای بازگرداندن رضاخان شد و در همون صفحه با طرح مسئله آراء عمومی و رفراندوم خواستار خلع قاجاریه شد. این مقاله و تلاش دیگران مؤثر افتاد و مجلس به انتصاب مجدد سردار سپه به نخست وزیر ایران رأی داد. دیگه روزنامه های ضد رضاخان ضد علی دشتی هم بودند و شایعاتی بر ضد او نوشتند، تا اینکه علی دشتی مقاله‌ای با این عنوان نوشت که دشتی را بهتر بشناسید و در اون نوشت که حسن و حسین هر 3 دختران معاویه هستند. یعنی به طنز گفت که این شایعات در مورد او خیلی پرت هستند. آبان سال 1304 با رأی مجلس سلطنت قاجار منقرض شد و ماه بعد سلطنت رضا شاه به تصویب رسید. بعد از اون در مجلس بعدی که مجلس 6 بود، علی دشتی نماینده مردم بوشهر بود. مدیریت شفق سرخ رو به همکارش واگذار کرده و دیگه روزنامه نگاری نکرده و دیگه عبا و عمامه رو هم کنار گذاشته و کلاه و کت و شلوار و اینا. او علاوه بر مجلس 6 در مجلس 7، 8، 9، 12، 13، 14 هم باز نماینده مجلس بود. همزمان با دوره 13 مجلس در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال بخش های از ایران در سال 1320، رضا شاه به ناچار سلطنت رو به محمد رضا واگذار کرد و از ایران رفت. سال بعدش دولت قوام السلطنه تشکیل شد که کلن 6 ماه دوام آورد. در این مدت قوام السلطنه با مشکلات زیادی روبرو بود و علی دشتی بارها به شدت با قوام مخالفت می‌کرد، به طوری که بعضی ها دشتی رو از عوامل مؤثر بر بروز بلوای نان می دونند. او قحطی سال 1321، قحطی در ایران موجب شد که عده‌ای از مردم از گرسنگی بمیرند. در برخی شهرها مردم انبارهای غله را غارت کردند و در 17 تا 19 آذر ماه مردم تهران دست به شورش زدند. نان و پنیر و پونه قوام قوام گشت نمونه. گروهی از مردم به مجلس شورای ملی ریختند و نمایندگان را به باد کتک گرفتند. حالا نزن و کی بزن؟ گروهی هم به خونه قوام السلطنه حمله بردند و اون رو به آتش کشیدند. به هر حال این شورش با خشونت دولت سرکوب شد. 54 نفر کشته شدند و این شورش مردم در تاریخ ایران به بلوای نان معروف شد. بعد علی دشتی با چند تن دیگه حزب عدالت رو تشکیل داد و در سال بعد، سال 1322، وارد مجلس 14 شد. او و دکتر محمد مصدق و چند نفر دیگه نماینده تهران بودند. 2 سال بعد در میان رقابت‌های سیاسی احزاب کتابی با نام دسیسه های علی دشتی بر ضد او منتشر شد. دیگه این کتاب از پدر بزرگ علی دشتی گفته که او نوکر بوده و این حرفا، تا پدر علی دشتی که آخوند بی سوادی بوده و از دست زوار دشتستان امرار معاش میکرده، تا خود علی دشتی که در نوجوانی جاسوس انگلیس بوده و بعدش با پلیس مخفی رضا شاه همکاری میکرده و خلاصه این کتاب هرچه خواسته نوشته.
البته در این کتاب قید میشه که برای خیلی از این شایعات مدرک وجود نداره، اما خب به هر حال نمیشه که شایعه رو نادیده گرفت که، میشه؟ نه. سال 1328 مجلس سنا راه افتاد و علی دشتی از همون موقع تا پایان دوران حکومت محمد رضا شاه نماینده مجلس سنا بود. سال 1341 علی دشتی سفیر ایران در لبنان شد. علی دشتی در زمان نخست وزیری عباس حویدا هم مخالفت هایی با او می کرد، اما او به تدریج از سیاست دوری کرد. در سال 1350 به مدت یک سال در مجله خاطرات مطالبی منتشر می شد که در سال 53 به صورت کتابی با نام تخت پولاد بدون ذکر نام نویسنده منتشر شد که در آن از زبان یک شخصیت نمادین به نام جواد به باورهای عامیانه شیعیان و دین مرسوم نقد شده بود. اما مهمتر از اون کتاب 23 سال هست که ظاهراً در سال 1353 بدون ذکر نام نویسنده در لبنان چاپ شده. بعد از انقلاب اسلامی 57 علی دشتی یک بار در سال 58 به جرم همکاری با رژیم شاه بازداشت شد و بار دوم در آذر ماه 1360 به جرم نوشتن کتاب 23 سال دستگیر شد، یعنی در سن 88 سالگی. حکومت اسلامی پیرمرد سیاست رو به اعدام محکوم کرد و او رو مورد شکنجه قرار داد. بر اثر شکنجه و بیماری تقریبا یک ماه بعد در بیمارستان بستری شد. ظاهرا به گفته احسان نراقی علی دشتی در ملاقات او در بیمارستان ازش تقاضای سم سیانور کرده بود، چون بیش از این تحمل تحقیر و شکنجه و آزار زندان جمهوری اسلامی رو نداشت. اما کار به سیانور هم نرسید. مرد فعال دوران قاجار و رضا شاه و محمد رضا شاه در دوران حکومت اسلامی تا به بازگشت به زندان مخوف نظام اسلامی رو نداشت و در همان بیمارستان جمع در تهران درگذشت. کانال های من را فراموش نکنید. من زئوس هستم.